دست شما درد نکنه. موشه جان گوارای وجود. مادر نداشتین یه دونم برای من بیارین؟ آخه میخواستی؟ خب برو برای خود بریز دیگه. بله. خیلی ممنون. مادر اصلش نشستین چه از من میپرسین؟ طوری شده وای جان. چی؟ نه این یه مقدار حالش گرفته بود سر این مسائل خانوادگی و اینا. من گفتم میذار از اون فضا دورش کنم، دعوتش کردم بیاد اینجا دور هم دیگه باشیم دیگه. درسته؟ درسته. همون دیگه میگم چی؟ سامونده چشمم امروز تا حالا میپره. چیه بابا میخواد مامانو طلاق بده؟ نه اینجوری نیستش انسی خانم. خب کسی کارتون رفته زیر ماشین از من؟ نه بابا حتما مامان نوعلاج گرفته بیماری دیگه. تو بگو دیگه حتما باباشو اخراج کردن. آقا چیزی دیگه نمیمونه. مادر شما اصلا میذارید ایشون حرف بزنه؟ من حرف نمیذارم مادر، بگی دیگه خودش بگی. بگو میخواستم بگم عمو اینا رفته خرید. خب منم این مادر عمو داشت میرفت خارج از سر زور. مادر بره سر کار دیگه، چیکار کنم برای دل من مثل دای قلمت مایه بگیره. بره دیگه. بله داشتم میگفتم بگو مگه تو میذاری یه دقیقه وایسا. خب داشتم میگفتم اصلا ناراحت همین نیست هستن ها. چرا تلقی میکنی؟ اینا اینجوری هم دیگه، اینا خانوادگی بیماری دارن، صورتشون خوشحال خندان از درون گریه میکنن و خیلی داغونه. خیلی بد با آدم از درون بیرون. عمو میخواست بره خارج از کشور. انسی خانم بله گوش میدید؟ انسی خانم گوش میکنم مادر. عمو میخواست بره خارج از کشور که اونجا برگرده کار کنه، برگرده خانوادگیش هم با خودش ببره. یعنی عمو بره بیاد زنمو رو ببره؟ بله بله مسعود اینه ما خب منتها حقیقتش تازگی ها فهمیدیم که رفته اونجا یه زن گرفته، یه بچه یه ساله هم داره. الله اکبر پاک بچه زنمو تم بگو سکته کرد. اونم بگو خودت که گفتی که بله پاک بود. نه رد کرد پس چی رو رد کرد؟ چی رو؟ بله سکتر رو رد کرد مادر دیگه. رد کرد خدا رو هزار من مثل باباکی نه دیگه. باباکی یاده دیگه جریانش باباش رفته بود خارج، همون جا هم زنگ گرفته بود اینا. باباکی اونو بگو. اون بابا داستانه هم دیگه اون که هیچی. بابای سیامک دوست من و مسعود یه هفتهی میره خارج از کشور با تور، یه زنم میگیره برمیگرده. بعد یه سال که زن خارجی برمیگرده دایه ارث میکنه. انسی خانم دایه سعیدو بذار بگم. بذار بگم دیگه. انسی خانم دایه سعید اون پررو زنش هم برمیداره میاره پیش زن ایرانیش. بذار بگم دیگه. کامرانو نگم؟ کامرانم بگو. باباش همه وسیله‌هاشون رو فروخت و کارشون به طلاق و طلاق چشی کشیده. خیلی خوب دیگه کافیه. ما دارم بابا دارم زحمت کم میکنیم. بابا بذار خب دیگه زندگی ما خراب کردی. چه وضع حرف زدنه؟ نزدیک بود مادرم سکته کنه. بیشور دام شدی منصور بیشور. مگه چی گفتم؟ طوری گفتم باورش بشه دیگه. آره باورش شما. آره خیلی مگه نگفتی طوری بگو باورش بشه. ترسیدم. مزخرفات چیه شما میگفتی بنسی؟ شنیدی؟ چی گفتی مگه دایی غلام؟ چی میگفتی؟ داشت قند تو دلش آب میشد. قند تو دلش آب برای خوشحالی میگن تو. حالا هر چی منظورم که تایی دلش داشت خالی میشد. همه ایراد داره. خجالت نمیکشید شما؟ داشت سکته میکرد برای خودش خورخور میکرد. باور کن دایی منم نمیدونستم دوستان زندگیش اینه. ساکه باش. مگه اصلا نمیذاشتم بیاد اینجا. من نمیدونم این چه مرگشه. هر مرگشی هست به خودش رفت داره. به من ربطی نداره. فهمیدید یا نه؟ تو این وضعیت این گفتن درست نیست. فهمیدی؟ را بیا. را بیا کرو. نمیدونستم اینجوری میشه. شرمنده آقا بولم. بایسا. اگر این قضیه خارج رفتن کنسل بشه بلایی سرتون میارم، مخصوصا تو. اصلا قیافت هم نمیخوره شبیه اون تایلندیه باشی. بلایی سرتون میارم. بلایی سرتون میارم که مرغای زمین به حالتون برن. آخه اینجوری نیست. مرغای اساسا که طرف من. فهمیدین؟ قضیه خارج شدن کنسل نشه. بریم اینو. نمیپسندم این برخورد. زبط میکنن مهانه مهانه نمیتون بودونه دونه دونه نم نم میباره بارون نم 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 میباره بارون به روز غاره سد زمستون نم نم بارون گلهای گلدون شرشور نودون بارو میزنه دونه دونه نم نم بهانه زمستون گلدون شرشور دو ساعت دارم سگ پرتاب میکنم، اشاره میکنم، میخوام ببینم که نونوایی تو باز یا بسته است. مگه کوری نمیبینی که بازه؟
آقا نصرت هست؟ شما؟ بابا خفه شدم، من پدر شوهر مسئول خانم هم دیگه. ای بابا، نمیخواد بابا جون، نمیخواد بابا نمیخواد، عباس آقا بینو بگیر بابا، نمیخواد آقا. چه تو مثل هشت با چست میدی به چه آقا سوانی؟ ای بابا دولش کن، آقا سوال کن، آقا سوال یه زحمت بکش، آقا نصرت بگو یه توکو بابا اینجا من کارش دارم، دست در نکنه. چه نمی تو آقا زمانی نصرت تو مغازه است؟ خصوصیه، دست در نکنه. یه بس کن دیگه، بیا برو نصرت رو سفر کن، خفش کردی. نصرت دار، پدر شوهر کارت داره. تو با این زبونه ارکنت فهمیدی چی گفتی؟ بله. مگه من با تو شوخی دارم؟ نه، ولی ده، ده، برو سر کارت. آقا زمانی، این طرف ها بیا تو، قربون شما، بیا تو یه چایی بخواه. قربونه، دامادم این تو کپا ببینم ات برم. خب یه کار خصوصی باید دارم. خصوصی؟ آره. بذار فهمید شما چرا اینجا واسدی؟ مگه تو کار زندگی نداری؟ یه بار دیگه من گفتم یه چایی، کافی شاپ چیزی واسه آقا زمانی شما یه وقت دیگه کوچیکه بفرم آقا بفرمایید برو آقا نصرت بر. نمیخواستم جلو بچه‌هات بگم آقا باید. فرشاد گفته شما و خانومتون قصد جدایی دارید. آقای زمانی شما چرا باور میکنید؟ من حالا میفهمم این قضیه از کجا آب میخوره. این بقاله شیپورچی محله، عباس شیپورچی معروفه، اصلا این از زندگی ما خبر نداره. من نمیدونم چرا این چیزا رو اومده بهت گفته. آقا نصرت من میگم آقا فرشاد گفته، شما میگین عباس شیپورچی؟ ای بابا آقا فرشاد گفتن؟ ببخشید آقا فرشاد هم جای اولاد منه، جای پسر منه، ولی غلط کرده یه همچین حرفی زده. اگه شما باور نمیکنید من شناسنامه رو میارم. نه خیر، لازم نکردی، من اومدم فقط اینه به شما بگم، بذارین این وسطت به خوبی خوشی انجام بشه، نذارین این دوتا جوون کارشون به طلاق و طلاق کشی برسه. همین من میخواستم بگم. شما که الان گفتی ما رسم طلاق طلاقی چی نداریم، چطور این حرفو میزنید؟ آقا نصرت همینجوری گفتم، منظورم اینه که رسم شکنی نکن. همین نصرت امشب شام چی داری؟ من اینا گفتی قرمه سبزی، قرمه سبزیه دیگه. دست درد نکنه. میگم پرویز اون حرفایی که زور به من زدی ها هنوز تو فکرشم ها، اما نمیدونم چرا دلم شور میزنه. مرد حسابی بی خود دلت شور میزنه. بابا تو حرفای من قبول کن، من که بد تو رو نمیخوام. این پرویز جون یه چیزی میخوام بهت بگم، من نمیفهم تو چرا دوست داری حرفو تا این مته فرو کنی تو مخ من. اصلا تو به قیافه من نگاه کن، به من میخوره بعد 30 سال بزنم دروغ بگم؟ تو بمیری، تا الان دروغ نگفتی. اصلا کی گفته تو به اون دروغ بگی؟ قربونت من برم. تو بهش بگو به خاطر خودش و بچه‌هاش برای یه کاری مجبوری بری خارج از کشور. قربونت برم، زن گرفتنم خودش یه کار دیگه، کار نیست. ای کلک ببینم تو موقعی که رفتی خارج اونجا اهل نه اون زمان از این برنامه ها نبود، ما راحت رفتیم. باشه من حرف تو قبول میکنم، اما خب ببین انسی چیزه خیلی زرنگه، اگه از من پرسید برای چه کاری اینجا دیگه من نمیتونم بهش دروغ بگم. دروغ نه، اصلا نمیخواد تو حرف بزنی. اگر پرسید من جوابش میدم. الورات هستم. الورات معمول بری من گوشنمه، اونا که تو ماشین خوابیدن. بیا درو با کنم تو برو تو. بیا یالا یادت نره. یالا
بلند شید بینم گرفتی خوابیدی؟ باشه من رو پنج دقیقه پیش توفان بود آفتاب شد چه آفتاب شد؟ چطور؟ چی شده؟ بیشین باشه فرمون سویچ رو ماشینه تو هم حال بده منصور من این صحنه رو داشتم خواب میدیدم خیلی خوب خواب دیدی خیلی باشه بیشین قشنگ پارک کنی که مزاحم همسایه‌ها نشید برو ببینم ماشین رو حال بده خاموش نمی‌کردیم خوب چرا خاموشش کردی؟ خب راست میگه دیگه بابا نمیدونم چند ساعت خوابیدی؟ من نمیدونم بکنم من چرا فکر کردم داره صبح میشه هوا نه بابا هوا اصلا سیاه این زغال میمونه ببینم راجع به ماشین چی برخورد میکردی؟ بابا ما راجع به ماشین صحبت نمیکردیم یه موضوع دیگه داشتیم صحبت میکردیم وای من چقدر مولم من اینو دوباره داشتم خواب میدیدم چی رو خواب دیدی؟ همین صحنه رو همین صحنه رو که گفتی در رابطه ماشین تو شهر برو میشین پاشت فرمون وقت میدیدم برو تم ماشین رو حال بده چه حال بدی هم بده دو بده بزن بزن انسی خانم انسی خانم کار تموم شد با هم بگو بلش کن آقا جون حالا وقت اینه که خریدامو نشون بده گازه بودو اینو ببین چقدر قشنگه مبارک باشه انشالله دست آقا فرشاد درد نکنه ماما جون سلیقه منه دست شما درد خیلی خیلی زحمت کشیده خیلی قشنگه دیگه چی؟ حالا اینو ببین ماما این چیه منصوره مادر بابت این آشغالا پول میدی آخه مامان این اتفاقا سلیقه با فرشاد من میگم چقدر قشنگه چقدر عالی من فکر کردم پلاستیکی گفتم نه اتفاقا چون پلاستیکی خریدیم میدونی مادر الان این چیزای فانتزی مده مردم میشن چیزای فانتزی دوست دارن میتونی اون فانتزی اون سنتی یه اون دیگه سلیقه شماست یه حف نیست بابت این جور چیزا پول بدین سرمایه زندگیتون آخه حالا پولو به باد دادی دیگه اب نداره واسه من ولی امسی جون نمیدونی چی برای جوزفه گرفتم بی نظیره ده به برل تو مارکشه؟ وینی گواردنته چه مارک طولانی؟ مارک نیست من گفتم جوزفه بلند شو که ببینیم جوزه جان مادر بلند شو بچر؟ آخه نه قشنگه بل لویرس کابین بچه زیادی طور دفیره میزه چی گفت؟ مارکش رو گفت؟ آقا فرشاد انقدر گیر نده دیگه بابا داره از مادرش تشکر میکنه ای بابا علاقه به مارک داری خارجگی داره حرف میزنه مامی میا مامی میا سوری چقدر قشنگ یاد گرفتی ایتالیایی خیلی ممنون آخه میدونی من کلا خیلی استعدادم خوبه استعداده خیلی عالیه ها حالا از همه اینا در گذشته فقط میگم یکم جیغ نیست بچه ها هومو نکنن بچه رو با چه میگه امسی جون من این لباس رو خریدم که این بچه وقتی میخواد بره اسکی تو کوههای آلپ سرما نخوره مریض نشه آلپ بقول بابام باریکلا خانوم صد دفعه بهت گفتم یه همچین لباسای جلفی رو تر این بچه نکن بشین میرم ای بابا آقا پرویز خب من که به شما گفتم برای کوههای آلپ که میخواد بره بخاطر اینکه نچاد به خاطر اون من گرفتم خانم ما اونجا نمیتونیم بریم پارک در خونمون دو قدم با هم را بریم وقت اینو برداریم بریم آلپ که اینه او بهمن از اون بالا قل بخوره بیاد پایین هزار نفر رو بکشه خدا نکنه خیلی خب باشه یو کاپیتو البته خب خیلی هم بد نیست آقا فرشاد بس دیگه برای آلپ میگم بشین دیگه پرسین پلا هم بیاد سده بات پلا بیا اون اتاق کارت داره چشم بیا یه دست کامل داره زد تا گفتم وقتی از اتاق میان بیرون این چراغ خاموش کنید سلام بابا چطوری؟
چی سلام ها که الان ده دفعه همدیگری دیدیم، سلامت چیه؟ الان چرا خوشحال روشن گذاشتی؟ تو گذاشتی؟ آره من داشتم با موبایل با دوستام صحبت میکنم این تئاتریا، چون با موبایل که صحبت میکنم رفه میرم تو خلصه، رفتم بیرون دوباره برگشت. الان خاموشش کن ببخش. بفرم باید کجا؟ من که این تو هم وای من چقدر حولم، ببخش الان روشنش میکنم. میگم تو یه چیزیت میشه ها، مشکوک میزنم؟ برو فکر کن. آره مشکوک میشه. چیه؟ 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 جولی ببخشید جولی خانم، منظور من اصلا همچین چیزی نبود. منظور من اینه که کلن قضیه خارج رفتن و این داستان ها هستش، بنده میخوام بدونم که چیه، زودتر مشخص کنید تا... قضیه خارج رفتن اینا به شما هیچ ربطی نداره. بله من با انسی میخوام یک صحبتی بکنم. گفتم انسی بیاد، نه اینکه شما که انسی نیستید که. بفرمایید 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 ایشی بیا نارو باز کنید. بفرمایید چه مامور راه نمایی رانندگی شده. برو ببینم. پروی جون تو هم بیا. بفرمایید ابو جان. آقا رو باز کن، رو باز کن. بفرمایید کجا نگاه میکنی؟ بفرمایید شما بفرمایید. بفرمایید مسعود جون. سلام بابا، خسته نباشی بابا. ما که صد دفعه هم دیگری دیگه. بله نه دیگه شما چیه تو نمیشه؟ بس بابا یه سوال برام پیش اومد. شما بگید من با زنم میخوام صحبت کنم. من حالا با در دور دست ستاره یه حرف خصوصی داری. بله میخوای تو هم باشی؟ بله بچه شما بریم من هستم. تو موندنی شدی؟ آره آره داریم بله باشم. ببین تو همیشه هستی. بفرما بچه ها کنسله. کنسله بچه بهترم شده خودشون راحت‌ترن. بگو دیگه آقا نصر، بگو دیگه، بگو بگو، دارم گوش بکنم. بگو کش کش انسی خانم میگی راستش؟ انسی خانم میدونی حقیقتش اینه که چیزه ها. ببین پرویز، اینجا همون جاست که تو باید بگی. بابا من الان فکرامو کردم، میبینم خودت بگی بهتره. بگو دیگه. دیگه بگو دیگه، بچه هم که بیرونن، آقا پرویزم از خودمونه. بگو بگو من دارم گوش میکنم. بگو. البته ایسی خانم این چیزی که من میخوام بگم دارم باید ازت اجازه میگیرم. اختیار داری. ببین اجازه مام دست شماست. بفرمه من واسه این که واسه این که بتونم تو و بچه ها رو ببرم خارج. چیزه یعنی مجبورم یه مدتی با پرویز برم غربت، البته دور از تو و بچه ها. او وقت بری فرنگ چیکار بکنی؟ کی؟ میگم بری فرنگ چیکار بکنی؟ بفرم حالا بیا درستش کن. ده پرویز خان من که گفتم میپرسه، خب پرسید جوابش بده دیگه. چرا؟ دو تا کلم حرف نمیتونی بزنی دیگه. حالا تو بگو. بفرمایید بفرمایید شما بفرمایید. انسی خانم من خودم توضیح میدم. ببینم شماها مگه نمیخواستین تو همین چند روزه به خاطر خوشبختی بچه‌ها سوری از هم جدا بشین؟ یواش صدا میره بیرون، ببخشید. خیلی خوب حالا که نشنود که. درست میگم علورا؟ نه من اونو میدونم درسته، اما آقا فرشاد میفهمه دامادمون آبرو داریم، ببخشید. منظورم اینه که شماها میخواستین از هم دیگه طلاق بگیرید. یواش گفتم دیگه. سعی کن یواشترم بگی. خب یواش گفت دیگه، راست میگه دیگه. بله مسئله طلاق. آقا جان نزن، پام درد میکنه. یه بار دیگه بزنی میرم به پدر مادر بچه میگم. آخه این بلند گفتی قربونت برم. بذار حرفمو بزنم. بگو. من نمیفهمم حرف حسابتون چیه. ببین شما میخواستین به خاطر خوشبختی بچه ها و آینده اونا از هم جدا بشین، درسته؟ اون که اورا اون که سوری بود. بله علورا
اما حالا این احتیاج به یه فداکاری داره. خب خدا رو هزار مرتبه شد که نشد دیگه. من از اول اینو به فالنیک گرفتم. خدا رو هزار مرتبه شد. اما ببینین یه راه حل دیگه ای هم هست مثل اون طلاق. سوریه. یعنی چی؟ اینکه هر دو تا شکلیه دیگه. یعنی به خاطر آینده بچه ها و خوشبختی شما این باید فداکاری کنه و یه مصیبتی رو به دوش بکشه. چه جور فداکاری؟ بعد راست میگه. راست میگه. من چشمم کور، دندم نر. حاضرم به خاطر تو و بچه‌ها هر چی مکافات از درد به دوش بکشم. میدونم، میدونم. البته شما هم در این فداکاری و مصیبتی که نصرت باید به دوش بکشه سهیمی. البته نه به طور مستقیم، به طور غیر مستقیم. پرویز خان دست شما درد نکنه، برین سر اصل مطلب. من بفهم اصل مطلب چیه. الان میگم. ببین چی خانم، نصرت با من میاد خارج از کشور. خب بیاد. اما به خاطر خوشبختیه بچه ها و آینده شما، نه ببخشید، به خاطر آینده بچه ها و خوشبختی شما، اصلا به خاطر خوشبختی همه تون، این مرد باید یک فشار بسیار زیادی رو تحمل کنه. کار هر کسی که نیست. من نمیتونم، خیلی از مردم نمیتونم. چه فشاری، چه فشاری، چه فشاری. چقدر درد، چقدر عذاب، چقدر عذاب وجدان خانوم. نمیتونید که، نمیتونید که. این مرد باید همه اینا رو تحمل کنه. البته نصرت آماده شده، سالهای سال جلوی گرمای اون تنور نونوایی مثل یه نون پخته شده. اصلا این قلبش مثل سوراخ سوراخ نوری روی روسنگک سوراخ سوراخ شده. سوراخ سوراخ. این مرد برشته شده، اصلا مثل بعضی از اینان سوخته شده. خیلی میدونم که دیگه این سوخت از برشتگی گذشته. اینه که میتونه این درد رو تحمل کنه، این فشار رو تحمل کنه، اونم به خاطر آینده بچه ها و خوشبختی شما. این مرد باید مثل همون طلاق سوری یه ازدواج سوری کنه به همین راحتی. خب این از اول میگفتین دیگه، ازدواج سوری دیگه. ما چقدر سخت میگرفتیم. و مبارکه ازدواج سوری؟ میگه من میتونم ازدواج سوری؟ یواش یواش ازدواج بابا همه این بدبختی ها رو دوش منه. خجالت بکشین، ازدواج اوری را انداختن. بلاش خاموش کن ببینم، خاموش کن آتای بیشته ها بود، چشمتون روشن. آقا بخواد داری سر من هبو بیاره اونه من نوع فرنگیش. اکسی چی داری میگی؟ برو برو که خوب شناختمت. برو داری هبو میاری اونه من نوع فرنگیش؟ ناسی واس چی زدی داداشم؟ واس چی زدی داداشم؟ سر یتیم خدا واسه چی من آورده؟ سر من حبو بیاری داداشو من میزنی؟ نصرت فقط طلاق، فقط طلاق جلوی بچه ها دارم میگم. اگر طلاق من نگرفتم سم مادر نگیری نبر خود درد مادر درد مادر درد مادر. مامان من خواهش میکنم سکته میکنین. ای سکته بکنم ایشالله، ای زیر ماشین برم ایشالله، کلپر بزنم این ننگ و تعمل نکنم. آقا امسی چی داری میگی؟ چه ننگی چه گشگی؟ هنوز نه به داره نه به بار. چی میگی تو؟ نه به داره نه به باره. میخواستم چه چی میگم؟ نظر خبرش به گوش من برسه. چی به داره به باره؟ میگی چی میگی به من؟ خجالت خوب چی میگی؟ بابا ما دست شما روزگار نداره. ما خب آمدیم درست خود شما راحت شما درست کنی نه کنی نه کنی نه کنی نه کنی نه کنی نه چطوره اینقدر سر صدا رو انداختی؟ خجالت بکشی؟ نه خب بذاری مشخص بشی که بابا جلیل ازدواج چیه واقعیت داره؟ خود تو با او را نزن. من؟ آره خاک بزن همه چیز زیر سر توه.
با این داشت. بابا من نمیفهمم، ایشون میخواد بره زن بگیره، ایشون میخواد بره زن خارجی بگیره، منو سننم، ایشون سننم. به بچه ها چه نبود که صفت کارتو گردن بچه های من میندازی؟ بچه های من عاشق مادرشونن، من بگم خارج نرین نمیرن، مگه نه؟ بفرما. پس اینا تو رو پر نکردن. نه خیر. بابا یعنی کردن. چی؟ این چه حرفیه شما دارین میزنین؟ ما شما رو پر کردیم. ما که از صبح تا شب برادر شما نشسته بودیم که آقا بعد شما یه چیزی برگرد بهش بگو. حرف نزن. حرف نزن. تو گوش من نفهمم. نمیدونم تو میخوای بری اونجا زن بگیری، بچه دار بشی، تمام مال و منالتو به نام اونا بکنی. تو فکر می‌کنی من نمیفهمم؟ همین صبح بودم، هم مسعود این سعید دوستت بود آورده بود. چه؟ نه وحید نه. اونو نمیگم، اون حمید کی بود رفته بود خارج، زن خارجی گرفته بودن اومده بود. نه بابا کی بابا چرا علامت میدی؟ بگو دیگه. بابا کجا بود؟ نه. بگو وایسا اینجا بگو. این گفت. از همه چیز زیر سر توه. آره این گفته به من. گفته. آقا من نمیدونم. میخوای بری خارج میری اول منو طلاق میدی. گفته باشه. خانم. من به شما قول میدم نصرت اونجا هیچ زنی رو اصلا نزدیکم نمیبینه. بابا این ازدواج سوریه. همون شد رفت. آقا سوری موری من نمیدونم. اسم زن دیگه این نباید تو شناسنامش بیاد. علل خصوص از نوع فرنگیش. من نمیدونم. اگه برای خوشبختی و آینده این بچه هم باشه بازم حاضر نیستین؟ نه نه اصلا نه. همون پرویز. داد نزن. خیلی نکرد. چشم. ما حاضرین بدبخت بشیم ولی مادرمون ناراحت نشه. آقا اگه اصلا خوشبختی ما به قیمت این تمام میشه که مادرمون ناراحت بشه ما این خوشبختی رو نمیخوایم. نه منصور نمیخوایم. خب بسته دیگه. آقا میگه نمیخوایم دیگه. نمیخوایم. باشه اشکال نداره، حالا که نمیخواید پس خارج بی خارج. باشه بابا ما را چی میترسونی پدر من؟ خارج رفتنی که بخواد با این بی‌ناموسی ها باشه، من اصلا میخوام 100 سال سیاه نباشه که مادرم اینجوری بشه. انشی انشی بیا یا نکن انشی من که البته من در پیرو به حرفای محمود باید بگم که در واقع با رضایت مادر باید بریم، کنسلش نکن رفتنو، با رضایت این مادر رضایت داشته باشه. اینو راست میگی. افلازم برو که باری کلا. ولی با همه اینا من میگم وقتی آدم یه زندگی به این خوبی اینجا داره چرا باید خرابش کنه بره خارج؟ این زندگی داشته باشه. ببینم برشاد. بله آقا جون. تو رفتی به پدرت گفتی که من انسی خواهیم جداشیم طلاق بگیریم؟ منصوره پدر من. دستتو بیار پایین. دستتو بیار پایین. دست بده من. چشم. دنبال من بیا. مچبارا زدی همه رو. نزدی بچه بردام. نزدی. چه بدبخت بیچاره. اینا چی میخوان؟ یعنی چه؟ آقا من میخوام دو کلم با زنم خصوصی صحبت کنم. شما واسه چی اومدین؟ آخه اما ما احساس کردیم شما به ما اشاره کردید. تو احساس نکردید؟ من هم احساس کردم. منم احساس کردم. من کی اشاره کردم؟ آقا شما خیلی کلی اشاره کردید. نه آقا جان من فقط به نسبت اشاره کردم. برید دنبال. یعنی شما جزئی اشاره کردید. حالا بابا آقا داد میزنم. تموم شد. احساس ما اشتباه نمیگه. برو بابا. احساس ما اشتباه نمیگه. میگم نسا ما هر کار که از دستمون بر می اومد انجام دادیم، نشد که نشد. میگی چیکار کنیم؟ الورا کوزا پاچه ایو. بابا کسی اینجا نیست، داری کلاس میذاری؟ فارسی حرف بزن بفهمم چی میگی. برات ترجمه میکنم. میگم باید ما چیکار کنیم؟ من میگم با انسی صحبت کن، راضی بشی یه جوری نصرت با ما بلند شی بیاد اونور. پروز واقعا چه فکری کردی این حرفو میزنی؟ تو از وضعیت ما اونجا خبر نداری با چه بدبختی زندگی میکنیم. میخوای اینو بکشونی اونجا که چی بشه؟ میخوای بیشتر از این دستمون رو بشه آبرومون بره؟ کم خالی بسیم براشون. بسه دیگه. تو مثل که حالیت نیست. بابا اگه ما نتونیم نصرت با خودمون ببریم اونور بدبخت میشیم. فکر کردی با اون گندی که امشب زدی انسی راضی میشه که نصرت با ما بیاد؟ میگم پس با انسی صحبت کن، نصرت رو راضی کنه که سهم نونواییشو بفروشه. این کارو بکنه قضیه حله. الورا میگم بیشتر دیگه تابلو بازی درنیار، اونا دارن به پیچ ما گوش میدن. الورا